بسم الله الرحمن الرحیم. هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور و زهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مصاف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردد. با احترام، علی اکبر رائفی پور. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مصاف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو، عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می‌رساند، این عمل شرعاً حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. جنبش مصاف تقدیم می‌کند. پایگاه اینترنتی مؤسسه مصاف masaf.ir، پست الکترونیک info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313 313. مؤسسه فرهنگی نور و زهرا سلام الله علیها، مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور. نشانی سایت www.nurozahra.com. سامانه پیام کوتاه 1000 1006. تلفن 021 66 56 6000. رحمان رحیم، شکر خدایی که ما را در مسیر ولایت آقا امیرالمومنین قرار داد و اگر نبودیم هدایت الهی معلوم نبود از کدام نا کجا آباد سر در می آوردیم. عرض سلام و ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما برادران گرامی، از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. خب ما جلسه قبل راجع به بحث اشاراتی که به اسلام به مسلمان ها علی خصوص آقا رسول الله در عهدین شده بود صحبت کردیم. بحث خیلی مفصله، به هیچ وجه نمیتونیم این جلسه تمامش بکنیم، منتها من اهم موارد رو میگم دیگه، آدرس میدم، خیلی چیزا رو دیگه نمیخونم، باید خودتون برید زحمتشو بکشید. خدمت شما عرض بشم، ما اگر خاطرتون باشه جلسه قبل تا ابتدای کتاب اشعیای نبی صحبت کردیم و پیش آمدیم این جلسه ادامه میدیم این بحث رو، انشاءالله که مرضی درگاه آقا امام زمان قرار بگیره. جلسه قبل صحبت شد که دیدید که در تورات، در کتاب زبور حضرت داوود اشارات بسیار صریح بود، دید نام حتی اشاره به 12 امام که شده بود که همراه نام معد معد آورده بودند، اشاراتی که این وحی از جبل سینا، کوه سینا برآمده، در سایر طلوع میکنه و در فاران به شکوفایی میرسه، همان منطقه‌ای که حضرت اسماعیل بوده. در مورد حضرت اسماعیل کلی بحث کردیم، اینجا میخوام به کتاب اشعیای نبی اشاره کنیم. خب اگر وقت کردید مناظره آقا امام رضا رو با رأس جالوت بخونید، یعنی تو اینترنت بنویسید مناظره امام رضا میاد، ببینید آقا امام رضا چه زمانی چطور این طرفین مناظره خودش رو آچمز کرده بوده، یعنی واقعا چنان کوبنده جواب داده که اینا واقعا هیچ جوابی براشون باقی نمیمونه و حتی یک نفر مسلمان هم میشه اونجا از بزرگان دین اینا. در کتاب اشعیای نبی ما یک اشاراتی داریم، حالا اگه دوستان وصل بکنن ویدیو پروژکتور رو، من دیگه بذارم باشه ویدیو پروژکتور، این شماره پیامک چیه اینا رو جمعش کنید بذارم کارمون انجام بده. من نمیدونم میشنم صدا من دوستان. در کتاب اشعیای نبی ما فرازی داریم خیلی عجیب با 21، مبنی بر این که اشاره شده این که حضرت اشعیا رسما داره میگه ببینید منتظر باشید که یک پیامبری در راه است، این در واقع دو پیامبر در راه هستن، اونها خواهند آمد
ویژگی این پیامبران الهی بر اینه که اولی سوار بر چارپا و خدمت شما عرض بشم، به قول امروزی ما بخوام بگیم حالا اسم واقعیش هم بگیم دیگه، الاغ، و دومی سوار بر شتره. این آیه ای است که در کتاب اشعیا نبی هست، یعنی حضرت اشعیا رسما میگه حواساتون رو جمع بکنید که یه همچین کسایی میخواد بیان. این متن باز دوباره من عبریش رو هم برای شما گرفتم، متن عبری ترجمه انگلیسی و تلفظ و رعاه، همون رعایه عربی، چون این رو ریشش یکی عبری و عربی. شما میبینید رکب، رکب از همون راکب میاد یعنی سوار. اینجا رایدرز ترجمه کرده، میدونید چی دارم میگم؟ مفرد چی ترجمه کرده؟ جمع. سواران ترجمه کرده با کمال پدر سوختگی. یعنی شما با چه حقی کلمه مفرد اومده چی ترجمه کردی؟ جمع ترجمه کردی. میگه سواری میاد، اینجا سواران ترجمه کرد، حالا این کاری نداریم. حالا این سواران رکب، یکیشون رکب حمر یعنی چی؟ حمار. یکیشون سوار بر الاغ، باز چی ترجمه کرده؟ آف دانکیز یعنی چی؟ الاغها، باز جمع بسته عمدن، یعنی سواران الاغها، در حالی که میگه سوار بر الاغ یه نفره. و دومی راکب گمل، گمل یا جمل که همین عربیش هم همین شتره، باز اینو نوشته چی؟ اسران آف کاملز یعنی شترها. ببینید شیطنتو وقتی که قرآن میگه یحرفون الکلم عن مواضعه، اینا استاد تحریف کردن بی خود نیست. همین الان حیاهازه که مردن بیان جواب بدن، نامردن نمیتونن بیان جواب بدن، نمیتونن دیگه. آقا کتاب دینی دارم همین الان من باز کردم دارم ترجمه میکنم تو سایت بیبلوس، که سایت بایبل، سایت کتاب مقدس، مال خودتونه اصلا. بعد میگه که دقت بفرمایید اینجا، وحیکسی توجه تو جلب کن، گوش فرا بده، حواست تو جمع کن به این close, very close کسب رب کسب، خیلی دقیق حواست تو گوش بکنید و گوش فرا بدید به اون دو نفری که میخوان بیان. حضرت اشعیا گفته دو تا پیغمبر میان، یکی سوار بر چارگوشه، دومی سوار بر شتره. تمام حواستون رو باید جمع بکنید. الان شما اینو بخوای بری پیدا بکنی تو کتاب اشعیا نبی به فارسی ترجمه کرده، اصلا مختون سود میکشه. یک چیز دیگه، کاملا یک مسئله دیگه اینا اومدن ترجمه کردن. فوج فوج شتر سواران و حمار سواران از راه میرسند و فلان و اصلا میگه با حواست باید باشی، باید گوش فرا بدی، باید ولایت این دو را بپذیری. این که قرآن میگه دارن، آقا نشونه دارن، اینا حواسشون جمعه. در این که حضرت عیسی به قول مرکبش حمار بوده هیچ شکی نیست، آیش هم داریم ما، آیش رو در انجیل داریم که زودتر عده رو میفرسته میگه میرید اونجا یک الاغی و کنار کرهش میبینید، اونو باز کنید برای من بیارید، اگر صاحبش گیر داد بگید استادم خواسته. اونا هیچی نمیگن، میرن همین اتفاق هم میفته، الاغ میاره سوار میشه، با الاغ وارد میشه، بعد مردم لباساشونو پن میکنن سر راهش میندازن و همه فریاد میزنن آقا اون عیسی مسیحی که منتظرش بودیم آمد. میره تو بیت المقدس، وارد معبد سلیمان، به قول امروزه معبد سلیمان که اون موقع بوده، وارد اونجا میشه و میبینه یه عده تو بیت المقدس دارن صرافی میکنن، نزول میگیرن نزول میدن، یه عده کفتر بازی رو انداختن، کفتر میفروشن، همه رو با لگد میزنه، اصلا عین عبارت کاسه کوزه شون همه رو چپه میکنه. بعد این حضرت عیسی که میگن اگه میذارید تو گوشش اینور میگرفته، ها کی میگن دروغه، میره با لگد میزنه همه بند و وسطشون، میره یاره پایین، میگه که جمع کنی کاسه کوزه تون رو. فکر کردید اینجا اینجا محل مسجد الهی است، محل عبادت خدا رو کردید بازار؟ توی ها یعنی توی معبد اینا اینجوری میفروشن، دست روش اینجوری دارن انداخته بودن. خب این حواسمون باشه، یعنی کتاب واضح اومده در مورد اینکه پیامبر هم اصلا با شتر وارد مدینه شد و حکومت تشکیل داد، در این نحوی هیچ شکی نیست، همه میدونن، چون میدونن اومدن تو ترجمه دست بردند. جالب اینجاست که حتی در ترجمه های انگلیسی که این صورت گرفته دو نوع ترجمه داریم، یکی ترجمه هایی که خدمت شما عرض بشه رسما مثلا اینجوری گفته، حالا من پیدا بکنم برای شما نقل بکنم، ترجمه انگلیسی که نا انجام دادن رو میخوام از رو بخونم. آها، rider upon as an ass، یک سوار بر الاغ، and rider upon a camel، و سوار بر شتر. یعنی حتی تو ترجمه انگلیسی هم فعل مفردش پیدا میشه، اما اینها اومدن گفتم از عبری بردن به انگلیسی، از انگلیسی به عربی یا به فارسی، کلا فاتحه مطلب رو چیکار کردن؟ خوندن.
در باب 42 همین کتاب اشعیای نبی باز اشاراتی داریم مبنی بر این که ای شما که به دریا فرود می روید، آیه 9 و 11، آیه 9 تا 11، ای شما که به دریا فرود می روید و ای آنچه در آن است، ای جزیره ها و ساکنان آنها، سرود نو را به خداوند و ستایش وی را از اقصای زمین بسرایید، صحرا و شهرهایش و قریه هایی که اهل قیدار در آن ساکن باشند آواز خود را بلند نمایند. اشاره میکنه که اهل قیدار سخن نو میخواد اونجا بیاد، وحی جدید میخواد بیاد، اینا آوازشون رو بلند میکنن، میگه همتون هم آماده باشید. حالا این قیدار کیه؟ حضرت اسماعیل بنابر نص صریح تورات یه پسری داره به اسم قیدار که همون جد پیغمبره، یعنی اهل بیت ما از طریق قیدار میرسن، و یعنی پسران دیگه هم داشته اسماعیل. قیدار، کیدار یا هیدار، معادل عربیش میشه چی؟ هیدر. حتی اینکه یکی از القاب آقا امیرالمومنین رو هیدر میگذاره، مادر محترمش فاطمه بنت اسد اسمش رو میذاره هیدر، از اجدادشون بوده. جالب اینه به وقت قلعه خیبر فتح میشه، اون خاخام بزرگی اونجا بوده میگه اسم این چیه؟ میگن علی. میگن نه. میگه چطور؟ میگه ما تو پیشگوییامون داشتیم اونی که فتح میکنه اینجا رو و تمام میکنه کار ما رو نام قیدار یا هیدر داره. میگن بله، لقبش هیدره، درست گفتی، مادرش اسمش گشته هیدر. خب این آیا سندی هم داره؟ بله، کتاب پیدایش باب 25 آیه 13 اینه: و این است نامهای پسران اسماعیل موافق اسمهای ایشان به حسب پیدایش ایشان، یه از بزرگ به کوچیک، نبایوت اولی، قیدار دومی، ادبیل سومی، مبسام چهارمی، و همینجوری اسم میبره. قیدار پسر دوم حضرت اسماعیله و دقیقاً در شجره حضرت رسول از طریق قیدار میرسه به اسماعیل. همینطور امیرالمومنین، همینطور حضرت زهرا، همینطور فاطمه بنت اسد، همینطور حضرت خدیجه، چه اینا همه از بنی هاشم. البته خدیجه، حضرت خدیجه از او هم میرسه به قصی ابن کلاب و اونا هم همشون قریشی هم. یعنی اینا میرسن به عدنان، از اون طریق هم میرسن به حضرت قیدار و بعد اسماعیل. خب این واضح داره میگه بنی قیدار، شما به ما بگو ببینم در بین بنی قیدار کی پیغمبر تا حالا اومده؟ یک دونه پیغمبر شما نام ببرید به غیر از حضرت رسول، از فرزندان اسماعیل، اونم دقیقا از اون فرزندش قیدار، بقیه پسراش هم 10-11 تا پسر دیگه بوده، اونم به کنار. مورد بعدی که باز در کتاب حبقوق نبی آمده، آیه 3 باب 3، هر دوتاش کنار هم دیگه است. این رو هم خیلی دست بردن توی ترجمهش، یعنی اصلا من اعصابم خدا شاهد خورد شد وقتی داشتم پژوهش میکردم، یعنی متون عبری رو میآوردم ترجمه رو میدادم، فوش میدادم، چه دروغی ام، قایم نمیکنم، اینقدر اعصابم خورد شد داشتم چه فوش میدادم. و دیگه چقدر یه نفر باید تحریفگر باشه؟ تو اصلا با چه امیدی داری این کار انجام میدی؟ با اینا نمیترسن از خدا؟ تو خودت قائل بر این هستی که میگه خدای وجود داره، پس همون بهتر بپذیریم اینا واقعا خدا رو قبول ندارن، اینا دروغ دارن میگن. انقدر به وضوح آمده بوده، برداشتن همه رو دستکاری کردن. جالب بدونید حبقوق نبی یکی از مواردیه که آقا امام رضا هم بهش اشاره میکنه، و وضوح داشته که طرف نمیتونه حتی جواب بده، دهنش بسته میشه. ببینید چی میگه. اولا این که من عرض کردم جلسه قبل خدمت شما، مدینه با چه عنوانی آمده در کتاب مقدس؟ تیمان. هاستینگ دیکشنری آف دی بایبل میگه تیمان واهی شمال مدینه. این خاطر شریفتون باشه. حالا ببینید چی میگه. ای خداوند، عمل خیش را در میان سالها زنده کن. میگه سنت خودتو زنده کن، سنت مرده. در میان سالها آن را معروف ساز و در حین غضب رحمت را بیاور. میگه رحمت رو بیار، رحمتون للعالمین آقا رسول الله. ببین چی میگه. خدا از تیمان، خدا یعنی وحی خدا، وگرنه گفتیم خدا این ورمر کنه. خدا از تیمان آمد و قدوس، اون فرد مبارکی که وعده داده شده، از جبل فاران. باز کلمه صلات استفاده شده که اینا همینجوری ترجمه کنن، میگن صلات، انگلیسی هم میگن صلات، همینجوری ادامه پیدا میکنه. جلال او آسمان را پوشاند و زمین از تسبیح او مملو گردید. اون فردی که از مدینه برمیخیزه میاد به سمت مکه، حکومت تشکیل میده، نماز برپا میداره و تسبیح او زمین و زمان رو میگیره. پرتوی او مثل نور بود و از دست وی شعاع نور ساطع گردید و ستر قوت او در آنجا بود و پیش روی وی وبا میرفت و آتش تب نزد پاهای او میبود. میگه راه میرفت مریضی ها میرفتن، یعنی رحمته.
خب شما میبینید این وجود داره. آقا اومدن چیکار کردن؟ تیمان اومدن ته اولش انداختن. البته نمیتونن کسب کنن. همین الان تو تورات هست. بعضی تو ترجمه‌ش تیمان تیشو به نظر میشه چی؟ یمن. گفتن یمن. یعنی چقدر آدم به چه جون کندن و دست و پا زدن بیفته که بخواد خورشید و جلو نورشو بگیره. من واقعا مصداق این آیه قرآنه، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. اینو نخوان ببینن خدا تمام میکنه نور خودش. باز در کتاب اشعیای نبی، اینو خوب دقت بفرمایید، باب 42 آیه 11 تا 13. ای جزیره ها، 10 تا 13، ای جزیره ها و ساکنان آنها، سرود نو را به خداوند و ستایش وی را از اقصای زمین بسرایید. صحرا و شهرهایش و قریه هایی که اهل قیدار در آنجا ساکن باشند. باز دوباره میگه منطقه‌ای که بنی قیدار اونجان، اتفاقی میخواد بیفته، سرود نو میخواد از اونجا بیاد. آواز خود را بلند نمایند و ساکنان ساله ترنم نموده از کوها، از قله کوها نعره زنند. برای خداوند جلال را توصیف نمایند و تسبیح او در جزیره ها بخوانند. خداوند مثل جبار بیرون می آید و مانند مرد جنگی غیرت خیش را برمی انگیزاند. فریاد کرده نعره خواهد زد و بر دشمنان خیش غلبه خواهد نمود. اشاره می کنه که با آمدن او جنگ هایی در خواهد گرفت و این محکم نیسته، نبردها رو او راه نمیندازه، بهش حمله میشه اما خوشگل دفاع میکنه خودش، اونجوری نیست کم بیاره و پیروز میشه در منطقه‌ای که فرزندان قیدار اونجا هستن، به هیچ و هیچ جای دیگه نیستن، فقط و فقط میشه حجاز. هیچ چاره ای ندارن جز پذیرفتن این، چون خودشون گفتن قیدار فرزند اسماعیل است که تو فارانه. باز در باب 28 کتاب اشعیای نبی اومده، این خیلی دقت کنید مهمه، زیرا که حکم بر حکم، حکم بر حکم، قانون بر قانون، قانون بر قانون، اینجا اندکی و آنجا اندکی خواهد بود. میگه حکم جدید میاد، قانون جدیدی چی؟ یه تیکه این طرف، یه تیکه اون طرف، یعنی همه قانون یه جا نگفته، ریز ریز این طرف و اون طرف. حکم الهی که میاد و چیکار میکنه؟ شرح میده. این دقیقا برابری دارد با 23 سال تنزیل قرآن، که تنزیل قرآن 23 سال طول کشید اما انزال قرآن یک شب، لیلۃ القدر، بر قلب پیامبر آمد، بعد پیامبر در 23 سال اون رو پخش کرد. هر جا دیدید بر باب افعال رفت، در عربی یعنی یک بار اتفاق افتادن، بر باب تفعیل یعنی آرام آرام اتفاق افتادن. به عنوان مثال ما میگیم اعلام، سریع این اتفاق افتاده، از اون طرف میگیم چی؟ تعلیم، طول میکشه. تعلیم دیدن ممکن 12 سال طول بکشه طرف دیپلمش رو بگیره، اما اعلام یه دقیقه است. خب حالا بحث زیاده، من اینجا دیگه پرانتز رو میبندم، وارد بحث قرآنیش نمیشم و اینم مثال هایی هست که بزنم. زیرا که با لبهای الکن و زبان قریب با این قوم تکلم خواهد نمود. میگه اون فردی که از بین همینا میاد و قانون جدید میاره و حکم جدید میاره، ویژگیش اینه که به یه زبانی صحبت میکنه یه خورده غریبه و الکنه. دقت بفرمایید، زبانی که کلا نفهمی میگه نمیفهمی، میگه چیه الکنه، یعنی یه خوردهشو میفهمی یه خوردهشو نمیفهمی. تنها زبانی که این ویژگی رو داره میشه عربی، که برای عبری ها شباهت های زیادی داره اما همش هم متوجه نمیشن. همین الان من داشتم عبری ترجمه میکردم، میدیدید که بعضی از کلمه ها رو ریشه های عربیش هم به شما میگفتم اما مثلا تفاوت های هم داره. مثلا اینا میگن نسا، اونا میگن نشاییم، میبینی همونه، سه و شه کرده، یه ایم آخرش آورده و امثال هم. خب شالوم سلام، و بعضی شانسش که اصلا تفاوت خیلی زیاده. خب بیت المقدس، بیت مقدش و امثال هم، میگه به زبانی که یه خورده شبیه، یه خورده تو درکش میکنی، یه خورده هم نمیفهمی، الکن او رو میابی، فکر میکنی با لکنت داره صحبت میکنه. که به ایشان گفت راحت همین است، پس خسته شدگان را استراحت دهید و آرامی همین است، اما نخواستن که بشنون. چقدر جالب، اشعیای نبی پیشبینی میکنه که حرف اون پیغمبر رو گوش نمیکنه. دقیقا شد مصداق یهودیانی که شمال مدینه بودن، دقیقا گوش نکردن، با پیامبر وارد جنگ شدن، پیامبر از خودش دفاع کرد، اینها رو همه رو اخراج کرد، بنی قریظه، بنی قینقاع و بنی نذیر. اصلا به جنگ ها هم اشاره شده و کلام خداوند برای ایشان حکم بر حکم، حکم بر حکم،
و قانون بر قانون و قانون بر قانون، اینجا اندکی و آنجا اندکی خواهد بود، تا بروند به پشت افتاده منکسر گردن و به دام افتاده گرفتار شوند. میگه بعد از این اتفاق اینا شکست میخورن، پخش میشن، تیکه تیکه میشن، همان بلایی که واقعا سر یهود آمد. باز در آیه دیگری ما داریم که اشاره میکنه که از نسل یهودا، از نسل یهودا رو تونتون بخونم کوتاه. دست برگردن، این در کتاب پیدایش باب 49، دست برگردن دشمنانت خواهد بود و پسران پدرت تو را تعظیم خواهند کرد. یهودا شیر بچه ایست، ای پسرم از شکار برآمدی، مثل شیر خیشتن را جمع کرده در کمین میخوابد و چون شیر ماده ایست، کیست او را برانگیزاند؟ عصا از یهودا دور نخواهد شد. میگه قدرت و حکومت از یهودا دور نمیشه. راست هم میگه. حضرت سلیمان و حضرت داوود از نسل یهودان، میگه دور نخواهند شد و از میان پاهای وی، یعنی از حکومت، از دم و دستش، رو به روش، حالا شما همین بین یدهی رو ببینید، از جلو چشش دور نخواهد شد تا شیلو بیاید. به یک فردی اشاره کرده که تا موقعی که او بیاد دیگه حکومت دست اینا نیستش. خب اینو ازشو میپرسی کیه؟ مسیحی ها چی؟ یهودی ها که به هیچ وقت جواب ندارن، به هیچ وقت جواب ندارن، میگن اون موعود آخر الزمان. مسیحی ها میگن عیساست، در حالی که خود حضرت عیسی از نسل کیه؟ یهوداه. از طریق مادری میرسه به یهودا، تورات و انجیل رو تایید کرده، عهدین اینو تایید کرده، نمیتونم بگه. منتها این شیلو بعد از او دیگه حکومت، یا بگیم با او حکومت جدا میشه، دیگه از سبط یهودا گرفته میشه، به کسان دیگری داده میشه. و حتی اگر اینو حضرت مسیح بگیریم، این تأکیدی است بر این که دیگه از بنی اسرائیل کسی نخواهد آمد. اون فرد، اون کسی که قراره بیاد، از قومی دیگر، از بنی اسرائیل حداقل نیست. اینم بگم بریم سراغ بحث. من چند تا آیه جدا کم تصویر براتون میگم. کتاب سفنیای نبی آیات 6 تا 9، یه پیغمبرایی گفتیم که به عمرتون اسمشون نشنیده بودید. به جهت جمع کردن همه قوم‌ها بر شریعت خود، همه پادشاهان را برطرف کنم، به ریختن غضب خود بر ایشان و گرمی خشم من بسوزد همه زمین را، آن وقت برمیگردانم به قوم‌ها لب پاکیزه برای خواندن همه ایشان به نام خدا و عبادت کردن ایشان به یک روش. کتاب سفنیای نبی باب 9 آیه 6، یا هم شاید من برعکس نوشتم، باب 6 آیه 9 رسما اشاره می شود که چی؟ یک نفر میاد و او تمام ادیان زیر بلیط او باید برن. آیه عربیشو بخونم، آیه قرآنشو، لیظهره دینه علی الدین کله، همه دینا باید برن زیر لوای او. و ما میدانیم این هم با آقا رسول الله و هماهنگی دارد، چون دین او همان دین آخر زمان، هم با آقا صاحب زمان. نکته خیلی جالب به شما بگم، یعنی میخوام دقت بفهمید، ما نام مبارک امام زمان چیه؟ مهدی. اصلیه میم هم میم دال، درسته؟ یعنی هم نام پیامبر، اصلا پیامبر میفهمد، میگه هم اسم منه، کنیش هم مثل منه، یعنی ابوالقاسم. خوب دقت بفهم، نام آقا صاحب زمان رو، یعنی اون محمد رو، میم هم میم دال تلفظ شده. در مورد اینکه چی بوده، برخی میگن به خاطر ترس از پیدا شدن شیعیان، قتل و دلایل دیگری که نمیدونیم، هنوز هم رعایت میکنن، یعنی میرسن میم ه میم دال جدا مینویسن. فلذا تورات به این وعده رو داده بود که یک محمدی میخواد بیاد. خب اما نکته جالبی که اینجا وجود داره، دقت بفرمایید، کدام؟ یعنی یه جوری آیات استفاده شده هم بر آقا رسول الله هماهنگی داره، هم بر آقا صاحب الزمان. حالا اونایی که گفتیم از جبل فاران و فلان اینجا چیزا، بیشتر با پیامبره، درسته؟ بحثی نداریم. اما ظهور آقا صاحب الزمان هم باز از مکه است. اصلا آمدانه خدا این برنامه رو یه جوری چیده که این بحث آمده. آیا ما سندی میتونیم پیدا کنیم که آقا صاحب الزمان هم اشاره شده باشه؟ بله، تا دلتون بخواد. من حالا میخوام اینا رو بحث بکنم، بعد بریم وارد انجیل بشیم، کلی مطلب دارم خدمتتون عرض. من حالا خب اینا رو جمع بکنم تا شما بهتر ببینید.
این کتاب سلیمان نبیه، غزل غزلهای سلیمان، آیهش رو من برای شما جدا، غزل غزلهای سلیمان باب 5 آیه 15 و 16. دهان او بسیار شیرین و تمام او مرغوب ترین است، این است محبوب من و این است یار من ای دختران اورشلیم. یا حضرت سلیمان داره این حرفا رو میزنه یا همسر حضرت سلیمان داره میگه، دارن از یک نفر صحبت میکنه، میگن این است یارم. مسیحی‌ها اومدن گفتن این داره پیغمبر ما رو میگه. خب منتها ما مسلمان ها میگیم پیغمبر ما رو میگه. بریم ببینیم کی سندمون قوی تره. بسم الله. این آیش به زبان عبری، هیکوف ممتقیم و کلو، خودتون بخونید این عبارت، محمدیم محمدیم. جالب بدونید من صدا از خاخاما دارم، وقتی دارن این عبارت رو میخونن رسما میگن محمدیم، اشاره شده. اومدن چیکار کردن؟ نامردی رو نگاه بکنید، اسمو ترجمه کردن. الان اسم من علیه، علی اکبر، اسم کوچیک علی، خدمت شما عرض بشم، بگی علی رو دیدم. این جمله یه دیگه برای خودش، درسته؟ معنی علی میشه چی؟ بلند، بالا، بالا، بلند مرتبه. بعد یکی بیاد بگه علی رو دیدم، بخواد ترجمه بکنه بگه که من بالا رو دیدم. خب شما این آدم نمیگی پدر سوختگی داری؟ نمیگی شیشه خورده داری؟ اسم این نفر ترجمه کرده، رسما نام مبارک آقا رسول الله آمده. اصلا سلیمان داره داد میزنه، میگه ای دختران اورشلیم برید کنار، من دارم از یه کسی صحبت میکنم. شما شاید بپرسید این ایم آخرش چیه؟ این اگه محمد باشه که خیلی خوبه، این ایم آخرش چیه؟ اول این کلمه رو یادتون بمونه، ابریش، این میم، این ه، این میم، این دال، ایم، این تیکه آخرش میشه ایم. من اینو بردم این آیهشه دیگه، آیه 16 باب 5، محمدیم یعنی این تیکشه. حالا جالب نگاه بکنه، اصلا شبیه محمد به زبان عربی یعنی رو خط نوشتن هم هست، جالب. این ما اینو بردم گذاشتیم شما ببینید، این اله یعنی خدا، درسته؟ ایمو بهش اضافه میکنم، همون خطه و این، یعنی ایم، درسته؟ شد چی؟ بازم خدا. ایم در زبان، آها این نصف کار است، شما نمیبینید خدا. ایم در زبان عبری نشان جمعه. مثلا فرض بکنید اگه میگیم کتب، کتاب یعنی نوشتنی، کتابیم یعنی کتابها، برای افرادی که احترام دارن نشان جمع استفاده میشه. مثل چی؟ مثل خدا. شما نگاه بکنید الان این خدا، هر دو تا میگه این من اضافه میشه، بازم خدا، فرقی نمیکنه. یعنی الوهیم مثل اللهم خودمونه، اینجوری به شما بگم، این نشان جمع و نشان احترامی که الان جاری تصویر شما دارید میبینید. خب حالا اینجا نگاه بکنید، همین این به انتهای نام آقا رسول الله اومده. شما همینو من برداشتم، همین آیه رو گرفتم بردم گوشم تو گوگل ترنسلیت، ما که ترجمه‌اش رو اونور داشتم، خب اما آوردم تو گوگل ترنسلیت گذاشتم. نکته جالب اینه که یک کلمه رو نتونه ترجمه کنه، عیناً انگلیسیشو نوشت. میدونید گوگل وقتی گوگل ترنسلیت نمیتونه ترجمه کنه، انگلیسیشو مینویسه. چی نوشت؟ محمدیم. اما یه نکته جالب، بدون هیچ گونه هجایی، بدون هیچ گونه صحبتی، این نام محمدیم چجوری آمده؟ به صورت میم، ه، میم، دال، ایم. یعنی خیلی عجیب غریب و زیبا به دو محمد اشاره کرده که حضرت سلیمان داره وعده میده، میگه شماها کیید؟ شما نمیدید من کیو دیدم. این ایم آخرش هم نشانه چیه؟ جمع احترامه. الان نگاه بکنید همین، اصلا این که اثبات میکنه قطعا این اسم، همین ایم آخرشه ها، کار خدا اینه. ایم آخرشو میزدن میتونستن شیطنت کنن، بگن آقا بالاخره حمده هم در خمده، یا حمده در زبان عبری هست معنی ستودن و اینجور چیزا. فلا اومدن اسم پیامبر رو چیکار کردن؟ معنی کردن نامردو. این است مطلوب من، اون مطلوب من یعنی این است محمد من. حالا صلوات و سلام کتاب حزقیال نبی باب 24 آیه 24 25 26. در روزی که من قوت و سرور فخر و آرزوی چشمان و رفعت جانهای ایشان یعنی پسران و دختران ایشان را از ایشان گرفته باشم، آیا واقع نخواهد شد که در آن روز هر که رهایی یابد نزد تو آمده این را به سمع تو خواهد رسانید؟ پس در آن روز دهانت برای آنان که رهایی یافتند باز خواهد شد و متکلم شده دیگر گنگ نخواهی بود. باز دوباره به اون کلام اشاره کرد.
و برای ایشان آیتی خواهی بود و خواهند دانست که من خدا هستم. اینم باز ما رفتیم اینجا دیدیم عجب همچی چیز نوشته. میریم توی زبان عبریشو میبینیم. حزقیال نبی، کتاب این زبان عبری، اینم ترجمه انگلیسی. شما اینجا باز دوباره میم ه میم دال رو میبینید. این دفعه بدون ایمش. یه خود اسم. میم ه میم دال. میبینیم ترجمهش میکنیم. ببینید. باز این یه کتاب اونو داشته باشید حالا خاطرتون باشه. میم ه میم دال. دوباره آمده. کتاب مراسی ارمیا، ارمیای نبی، باب 2:4. شما باز دوباره میم ه میم دال با یه خط اضافی هم تهش میبینید. اینو بریم ببینیم چیه. کتاب مرسیای ارمیای نبی، مراسی ارمیای نبی، باب 2. خب اینجا نگاه کنیم. قلعه های دختر یهودا را در غضب خود منهدم ساخته و سلطنت و سرورانش را به زمین انداخته، بی اسمت ساخته است. در حدت خشم خود تمامی شاخه های اسرائیل را منقطع ساخته. شاخه ها ریشه، شجره. میگه شجره بنی اسرائیل بعد از اومدن او چی میشه؟ کلن قد میشه دیگه. اینو یادتون باشه. وعده داده شد که بنی اسرائیل کلن چی شد؟ منقطع شد. منقطع ساخته، دست راست خود را از پیش روی دشمن برگردانده است. خب این اشاره شده به اینجا. و حالا این تیکه آخرش که آیه 4 مد نظرم دقت کنید. و همه آنانی را که در خیمه دختر صهیون نیکومنظر بودند به قتل رسانه. غضب خیش را مثل آتش ریخته است و خداوند مثل دشمن شده، اسرائیل را هلاک کرده. داره خدا وعده میده که خدا با بنی اسرائیل در خواهد افتاد. به خاطر ظلمایی که میکنن یکی سیو میفرسته بیچارهشون بکنه. در ذیل آیاتی که حالا اسلام یعقوب را هم فلان اینجا برده. جالبه شما میرید همین رو، همین که بهتون نشون دادم، بگیرید بنازید تو ترجمه. هیچ کاری من نکردم، خودتون هم میتونید بدین کارو بکنه. آدرس دادم دیگه، بنازید. همه رو ترجمه میکنه و این اسم رو هم چیکار میکنه؟ این اسمو اینجا میم ه میم دال علاوه یه خ یه دونه خط تیره ترجمه میکنه. چی ترجمه میکنه؟ ببینید محمدی. اصلا از این واضح تر کتاب هوشع نبی. یکی دوتا نیست، ده 15 تا مثال میتونم بزنم. با بسته به نوع وقتم فقط دارم به قولی گازشو گرفتیم داریم پیش میریم. کتاب هوشع نبی باب 9:16. افرایم خشک شده است. افرایم یکی از ده قبیله بنی اسرائیل. 12 قبیله بود. 2 قبیله رو میگفتن یهودیه، 10 قبیله رو میگفتن افرایم. میگه افرایم از بین میره، خشک میشه و ریشه ایشان خشک گردید، میوه نمی آورند و اگر نیز بزایند نتایج مرغوب رحم ایشان را خواهم کشت. نتایج مرغوب رحم ایشان چی میداره؟ همین آیه رو میریم توی کتابشون ببینیم، باب 9:16. باز دوباره شما این نام مبارک رو میبینید، میم ه میم دال بلا به اون خط. خب من شروع کنم اینجا برای شما تعریف. ببینید چه خدمت شما عارض بشم، شیطنت هایی که اینا به قولی نکردند، اصلا کلن ترجمه رو زدن خراب کردن، همه چی رو این ور اون ور کردن. نام آقا رسول الله کلن حذف، به زعم خودشون حالا فکر کردن میتونن کارم از پیش به قولی ببرن. نام آقا رسول الله رو کلن گرفتن حذف کردن، بعد بدجور هم ترجمه کردن. یعنی اصلا اینو شما بخواد بری ترجمه کنی اینه، بله افرایم ریشه هاش خوش میشه دیگه میوهی نخواهد داد. میوه در زبان ادبیات عبری یعنی ثمر دادن. اصلا اینو به شما بگم، بنی اسرائیل همیشه توی کتابای عهدین شبیه به انجیر، درخت انجیر ترسیم شده که میگه این درخت از بار افتاد، یعنی دیگه خشکید، دیگه نتیجه نمیده، ثمره نمیده. جالب بدونید میگه در هنگامی که محمد بیاید و در هنگامی که محمد از رحم زاده شود. اینو برداشتیم چی کرده؟ بزایند نتایج مرغوب رحم ایشان را خواهم کشت. اصلا جمله بندیش درست نیست. نتایج مرغوب رحم ایشان یعنی چی؟ یعنی گفت بچه های خوبشون رو میکشی؟ خدای واسه چی بچه هاشون رو میکشی؟ من تو ظالمی؟ خدا برای چی باید یه بچه خوبی رو بکشی؟ حالا بعدش کشتی ما حرفی نداریم. چرا میگی بچه های خوبی که از این رحم میخوام بدونه بهت میکشم؟ این با عدل خدا سازگاره؟ آیه رو برداشتن تا جایی که تونستن اینا کلمات این ور اونور کردن، تا جایی که تونستن. استاد این مطلب، وقت نیست حالا من دیگه زیاد به قولی مطلب خشاش نمیگذاریم و
بیخیال میشیم. این مد نظر شما باشه، این وعده الهی بوده. آخرم یه تصویری دارم یادم بنویسید حتما بهتون نشون بدم، بریم سراغ بحث دیگر خودمون. خب من اینا براتون رو میخونم دیگه. اگه خاطرتون باشه دیروز ما گفتیم خدا گفت به حضرت موسی، گفت به اینا بگو یه پیامبر میاد از بین برادرانشون که خدا کلام خودش رو تو در دهان او میگذاره و او عین خدا صحبت میکنه، خیانت نمیکنه. در میان تمام آیات الهی این فقط و فقط به این شکل فقط در قرآن دیده شد که خدا به جبرئیل گفت بگو ای جبرئیل، برو بگو بگو. جبرئیل خیانت نکرد، امین وحیه. جبرئیل هم گفت چی؟ بگو. پیامبر هم گفت چی؟ بگو. نباید میگفت دیگه بگو دو قاعدتا. قل هو الله احد. اصلا صحبت چیه؟ هو الله احد. خدای یکتاست. خدا به جبرئیل گفت بگو خدای یکتاست. جبرئیل هم خیانت نکرد، گفت بگو خدای یکتاست. پیامبر هم خیانت نکرد، گفت بگو خدای یکتاست. تا این حد امین وحی بود آقا رسول الله. خب این عین عبارته. در مورد کدام پیامبر اینطور می‌بینید شما؟ قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ بربک من همزات الشیاطین، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس و قل قل قل. همینجوری دل بخواد داری میگه تو قرآن. چهار قل که این سوره معروفشه. یک آیه دیگه از انجیل، رفتیم تو انجیل دیگه با این بهانه، حواستون باشه چون اینا بعض موقع من میدونم مسیحی هم یه سرصدایی بعضن میکنن آیا هم باید یه جوابی داده بشه. کتاب یوحنا باب 16 آیه 12 تا 14 خوب میخوام دقت کنید. و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم که به شما بگویم، لکن الان طاقت تحمل آن را ندارید. حضرت عیسی داره میگه ولیکن چون او یعنی روح راستی بیاید. روح راستی حالا جریانش چیه؟ انجیل به زبان چه زبانی نازل شده؟ اولا که یه انجیلی بوده که دست حضرت عیسی بوده، خب اون بهش میگن انجیل مسیح، که هیچ اثری از اون کلن نداریم، فاتحه اون کلن فاتحش خونده شد، که خود اینها در اناجیل چارگانشون در دو جا اشاره کردن به انجیل مسیح که یه انجیلی هست مال خود حضرت مسیح. بعدش اطرافیان حضرت مسیح که بودن شروع کردن خاطراتشون رو با مسیح نوشتن. اصلا ادبیات انجیل بخونید اینجوری دیگه، ما با استاد خیش راه میرفتیم، استاد به فلانی اینجوری گفت، داستان داره تعریف میکنه. حالا بدم نیست، من نمیگم بده، اما دیگه بالاخره هر کسی از زن خود شد یار من، یعنی این رفتار حضرت عیسی از نگاه خودشون نوشتن. به خاطرم بین اناجیل در مورد یک واقعه یکسان تضادهای بسیار زیادی بعضن وجود داره، تعداد رو اشتباه گفتن، روزا رو اشتباه گفتن و امثال هم. اصلا خوبه بدونید این چهار تا انجیلی که داریم، یوحنا، مرقس، متی، لوقا، بسیاری از صاحب نظران و زبانشناسان غربی قائل بر اینن که اینها کسایی هن که اصلا خودشون حضرت عیسی رو به هیچ وجه ندیدن، شنیدن که حضرت عیسی، یعنی از شاگرده اینا، شاگردای شاگرده حضرت عیسی بودن. مطرح آقا ما نمیگیم یا غربی دارین حرفو میزنه، ما بگیم میگه آقا تو شاید چون مسلمانی دارین اینجوری. زبان حضرت عیسی به زبان آرامی بوده، سوری آرامی، همون منطقه شامات، که زبان عبری از شاخه های آرامیه. اصلا شما فیلم، مثال میزنم، این مل گیبسون فیلم مصائب مسیح رو به زبان آرامی درست کرد. اصلا حضرت عیسی اونجا میخواد بگه خدا، میگه چی؟ میگه الله. ببینید فیلمشو، خود این غربی رو ساختن. حالا ما به یه فیلم استناد نمی کنیم، ما داریم مثال میاریم. الله، خود اینا میدونن. ورداشتن انجیل آرامی رو بردن به زبان یونانی، به خاطر همین تا دلتون بخواد پر اوس آخرش. پولس، همین فردی که نفوذی بود، این اسمش پوله. متیوس، متا، انجیل متا. مرقس، انجیل مرقس مگه نمیگه مارک. همه رو یه اوس اول که تا تونستن این زبانشون بود. این یک. دو، اینجا باز یه شیطنت کردن، همون شیطنتی که عبرانی ها کردن. چیکار کردن؟ کلمه رو ترجمه کردن. حضرت اصلا از انجیلی که خدمت شما عارض بشم در بحرالمیت اردن پیدا شد، به زبان آرامی بود، بر روی پوست نوشته شده بود پیدا شد، رسما حضرت عیسی بسیار واضح، بسیار واضح، بدون هیچ گونه شک و شبهه، رسما میگه بعد از من محمد خواهد آمد. محمد خواهد آمد.
حالا اینا اومدن باز نام پیامبر چیکار کردن؟ ترجمه کردن. ستوده میشه دیگه، درسته؟ ستوده. اومدن چه ترجمه کردن؟ ستوده در زبان یونانی میشه پرکلیتس. بعد دیدن که بازم لو میره، گفتن کی به کیه، پرکلیتس رو کردن پرکلیتس. این ای که ا میشه ستوده، معنیش میشه تسلی بخش. حالا حضرت عیسی چی میگه براتون بخونم، و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم که به شما بگویم، لکن الان طاقت تحمل آن را ندارید. ولی که چون او یعنی روح راستی پرکلیتس بیاید، شما را به جمیع راستی ها هدایت خواهد کرد، زیرا که از خود تکلم نمی کند، بلکه آنچرا که شنیده است سخن خواهد گفت. این همون بحثی که حضرت موسی گفته بود، از خودش حرف نمیزنه، وحی الهی رو میگه، و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد، میگه منو تاییدم میکنه وقتی بیاد، زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. انجیل یوحنا باب 15 آیهش 26 و 27. لیکن چون تسلی دهنده، باز دوباره پرکلیتس، بیاید که او را از جانب پدر نزد شما میفرستم، میگه من از جانب پدر، از جانب خدا نزد شما میفرستم، بیاید یعنی روح راستی که از پدر صادر میگردد، او بر من شهادت خواهد داد. میگه من تاییدم میکنه، شهادت بر راستی من میده، و شما نیز شهادت خواهید داد، زیرا که از ابتدا با من بوده اید. باب 16، خوب دقت بفرمایید، این یه خورده طولانیه، یعنی 5 6 خط، میخوام خوب گوش بکنید، شما که فرصت ندارید، حوصله ندارید مطالعه بکنید، بالاخره ما همینجا میخونیم. باب 16 آیه 1 تا 14، این را به شما میگفتم تا لغزش نکنید، شما از کنیسه ها شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد. پیش بینی کرد حضرت عیسی به حواریونش، میگه همین اتفاق هم افتاد دیگه، حضرت عیسی که بخواستن به صلیب بکشن، حالا رفت اون یهودا اسکاریوتی رو به جای او به صلیب کشیدن، ریختن تا میتونستن مسیحیار کشتن، یهودیا خودشون با همکاری رومی ها. بلکه ساعتی شما از کنایس بیرون خواهند نمود، بلکه ساعتی میآید، میگه وقتی میرسه که هر کی شما را بکشد گمان برد که خدا را خدمت میکنه، میگه لله شما رو میکشن. همینجوری هم شده بود، یهودی اینا رو میکشتن لله، و این کارها را با شما خواهند کرد به جهات آن که نه پدر را شناختند نه مرا. لیکن این را به شما گفتم تا وقتی که ساعت آید به خاطر آورید که من به شما گفتم. میگه یادتون باشه، تاکید میکنه حضرت عیسی، میگه اون دنیا من تاکید میکنم، من به شما تاکید کردم، من بهتون گفتم، و این را از اول به شما نگفتم زیرا که با شما بودم، اما الان نزد فرستنده خود میروم، و کسی از شما از من نمیپرسد به کجا میروید. ولیکن چون این را به شما گفتم دل شما از غم پر شده. میگه حالا بهتون گفتم من میخوام برم پیش خدا، ناراحتید، اما حالا یه حرفایی میزنه که ناراحتیشون یه خورده چی بشه، کم بشه، مژده میده. و من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم پرکلتوس نزد شما نخواهد آمد. یعنی اصلا شرط این که او بعدیه بیاد این که این باید چی بشه، بره. مسیحا باید جواب بدن این کیه، باید جواب این کیه که بعد از حضرت عیسی میاد و حضرت عیسی باید بره تا او بیاد، باید جواب بدن. امروز به من نمیخواد جواب بدن، به وجدان خودشون جواب بدن. اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم، چون او بیاید جهان را بر گناه و عدالت داوری ملزم خواهد نمود. خوب دقت، اما بر گناه، زیرا که به من ایمان نمی آورند، و اما بر عدالت، از آن سبب که نزد پدر خود می روم و دیگر مرا نخواهید دید، و اما بر داوری، از آن رو که بر رئیس این جهان حکم شده است، و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم، لکن الان طاقت تحمل آن را ندارید، ولیکن چون او یعنی روح راستی بیاید، شما را به جمیع راستی ها هدایت خواهد کرد، زیرا که از خود تکلم نمی کند، بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت، و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. میگه میاد منو تایید میکنه، شهادت میده بر من، و تا من نرمو نمیاد. از مسیحا میپرسین کی، میگن موندن، میگه چی، میگن میگن روح القدسه. میگیم بابا خب جواب بده، این چه جوری روح القدسه؟ با هیچ جور در نمیاد. میگه چرا؟ میگه من روح القدس از قبل با حضرت مسیح نبود. ها؟ بود دیگه. پس چرا حضرت مسیح شرط گذاشت؟ میگه تا من نرم اون نمیاد. اصلا شما برای اینکه به حضرت مسیح ایمان بیارید نیاز به تایید روح القدس داری؟ کدومتون روح القدس دیدی که تایید کرد حضرت عیسی رو؟ میگه عمر شهادت خواهد داد، عمر تایید خواهد. کدومتون؟ بعد یه جورش بکنه دیگه.
در حالی که همین الان انجیل آرامی پیدا شده، این پرکلیتوس رو نام رسما به نام احمد و محمد رسما آمده، همین الان اینا دارن. آخرش هم در مورد انجیل بارنابا میگم که این ترکیه یا الان چه فتنه‌ای کردن، تون محموله قاچاقی که اشیاء عتیقه بود یک انجیل بارنابا پیدا شد. کار به جایی رسید که ترکیه این انجیل رو، برخی از خبرگزاری‌ها نوشتن، داره باهاش مذاکره میکنه سرش که اگر منو تو اتحادیه اروپا راه ندید اینو پخش میکنم. تا این حد این سند برای غربی‌ها خطرناکه به قولی پخش شدنش. آیه قرآن سوره صف آیه 6، و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، به هنگامی که عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل، انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، من تصدیق میکنم توراتی که جلوی چشتونه، و مبشرم به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد، و تاکید میکنم که یک پیامبری بعد از من خواهد اومد و بشارت میدم. مثلا انجیل یعنی بشارت، معنیش بشارم که اسمش احمده. فلما ما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ما وقتی اومد گفتن این سحری آشکار است، قرآن رو وعده داده. حالا بیایم بررسی کنیم که این فاراقلیت کیه. خوب گوش بکنید، 5-6 تا دلیل میاریم که روح القدس یا کی میتونه باشه. یک، در این آیات خبر از آمدن کسی میده که رفتن مسیح در مقابل آمدن او سودمند و مفیده. یعنی باید مسیح بره تا اون بیاد، یعنی سود دومی از این یکی چیه؟ بیشتره. آیا به اعتقاد مسیحیان روح القدس اونقدر اهمیت داره و اونقدر مفیده که آمدن او از فقدان مسیح سودمندتره؟ نه خیر. این یه پارادوکس. دو، در مورد فاراقلیت اومده که او جهانیان را به گناه و صدق و انصاف ملزم خواهد کرد. آیا روح القدس به اعتقاد خود مسیحی ها قدرت چنین کاری رو داره که ملزم بکنه که کار خیر انجام بده که نکنه؟ اصلا قدرت باید نباید داره؟ اصلا کسی دیدتش؟ به غیر از پیامبران و بزرگانی که حالا جبریل رو دیدن؟ میگه من برم روح القدس میاد. کو اومدنشو نشونم بدید ببینه. در حالی که اگر مد نظر روح القدس بود، بگم اگر من برم روح القدس بر شما تجلی خواهد کرد، نه اینکه میاد. فعلی که حضرت مسیح استفاده کرده خیلی درسته، با روح القدس جور نیستش. سه، اومده که او درباره مسیح شهادت میده و رو تصدیق میکنه. این در حالیه که چنین چیزی به هیچ وجه در مورد جبرئیل گزارش نشده. هیچکی هیچ جا نگفته که، و اصلا حواریون نیاز به شهادت روح القدس نداشتن. اصلا مگه همون اول عیسی رو قبول کردن روح القدس اومد گفت ایشون رو من تایید میکنم، شما هم تایید کنید؟ مگه اونا همون اول جبرئیل رو دیدن که تایید بکنه؟ همون اول چجوری قبول کردن؟ چرا او باید تایید بکنه؟ چهار، تو این آیات اومده فاراقلیت اومدنش مشروط به رفتن مسیحه، در حالی که روح القدس همواره همراه حضرت عیسی بوده و اومدن او متوقف بر رفتن حضرت مسیح نبوده. بعضی گفتن منظور از اومدن تجلی خاص روح القدس بر حواریونه، که اون هم باز ما گفتیم بازم مزخرفه، چون چه ربطی به حضرت مسیح داره؟ ما داریم صحبت میکنیم که با حضرت مسیح ارتباطش چیه. با کلام حضرت مسیح هم سازگاری نداره، چون میتونست بگه که وقتی من برم بر شما متجلی میشه، نه اینکه بگه میاد. نکته دیگه، حضرت عیسی میگه خوب گوش کنید، من همه چیز را از پیش به شما گفتم تا وقتی واقع میشود به آن ایمان بیاورید. آیا نزول روح القدس شرط ایمان حواریون بوده؟ اصلا همون اول به مسیح ایمان آوردن به خاطر تایید روح القدس بوده؟ بعد فاتحه ایمان اون حواریون هم بخونه مگه اینجوری باشه؟ پس هیچی نیست، اصلا شرط ایمان رو اعتقاد به او ذکر کرده. حضرت عیسی در مورد فاراقلیتوس فرموده که او عالمیان را توبیخ میکند، یوحنا 8:16. این بهترین گواه بر ادعای ماست که بدون شک روح القدس هیچگاه به اعتقاد هیچ کس از دنیا مردم این رو توبیخ نکرده. جبریل کیو توبیخ کرده؟ میگن توبیخ میکنه، باید نباید داره، آدمه. در حالی که پیامبر اسلام توبیخ کرد یهودی ها رو که چرا به حضرت عیسی ایمان نیاورده بودید، در تاریخ خودشون اومد. وجود کسانی که اعتراف کردن و ادعا کردن ما فاراقلیت موعودیم، مثل منتس پیغمبر دروغین، یه فردی به اسم منتس اومد گفت من فاراقلیت موعودم، نشون میده که در زبان مردم آن زمان فاراقلیت کی بوده؟ یک پیامبر وعده داده شده بوده. الان یه نفر بیاد مثلا فرض کن یه نفر بیاد ادعا کنه آقا حضرت مهدی اصلا منظور انسان نیست، حضرت مهدی یعنی اینکه مثلا چه میدونم جبرئیل میخواد بیاد.
بعد شما میگی بابا وجود این همه آدم که اومدن گفتن ما مهدی موعودیم نشون میده که او مهدی موعود باید چی باشه؟ یک انسان باشه. وجود این همه افراد، اینم هم به شما بگم، تا زمانی که خود آقا رسول الله آمد فراغلیس رو اینا به معنی همان ستوده ترجمه میکردن. تا آقا رسول الله اومد میخواستن پاک کنن. چرا؟ چون دین و دنیاشون به هم میره، اما دین خرابشون و دنیای خرابتر از اونشون به هم میره، فلزا اومدن دستکاری کردن. وگرنه منتظر بودن بحیرای راهب وقتی پیامبر با عموش به تجارت میره تو شام، تا پیامبر میبینه میشناسه، میاد کنارش میشینه میگه چه نسبتی با داره؟ میگه پسرم. میگه این پسر تو نیست، این پدرش فوت شده. میگه تو از کجا میدونی؟ میگه ما تو کتابمون داریم. نشون میده، میگه نشون به این نشون هم. بعد آخرش که میدونی یه بحیرای شمشیر میده، نشان مهر نبوت حضرت رسول رو میبوسه، یه شمشیر هم میده، میگه اینا بچه رو پنهان کنید که میکشنش، شک نکنید که یهودیان اگه بر این دست پیدا بکنن خواهند کشت، چون نمیتونن ببینن که یک نفر از بنی اسرائیل نیست و میخواد بیاد پیامبر بشه. یا The Dictionary of the Bible مال آقای مکنایز، ایشون رسما اعلام کرده که با این تصاویری که از روح القدس در مورد فراغلیت ذکر شده ما هیچ گونه تصویر مناسب از روح القدس نداریم، این میشه با آدم میخوره. حالا این نکته اصلیشو میخوام بگم. انجیل یوحنا باب 14 این دعایه رو گوش کنید: اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید و من از پدر سوال میکنم و گوش کنید فراقلیت دیگر به شما عطا خواهد کرد. یعنی صحبت از چند تا فراقلیت؟ دو تا. فراقلیت معادل کدام اسم بود؟ محمد. دو تا، صحبت دو تا محمد که میگه گوش کنید، میگه تازه اون فراقلیت اولی که به کنار، فراقلیت دیگری رو وعده میده خدا برای شما خواهد فرستاد و من از پدر سوال میکنم و فراقلیت دیگری به شما خواهد شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند. ویژگی اوست این که وقتی میآید مرگ ندارد، زنده است، تو بازاراتون راه میره، رو همون فرشایتون که شما پا میذارید پا میگذاره. یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند، میگه میاد دنیا نمیتونن بپذیرنش زیرا که او نمیبیند و نمیشناسد، اما شما او را میشناسید زیرا که با شما میماند و در میان شما خواهد بود. صحبت از محمد دومی است که خواهد آمد. این الان مسیحا بنده یکی از این کشیش هاشون مقاله نوشته بود همین اثبات میکنه که این مراد رسول الله نیست. این آیه دلیلش همین آورده بود، گفته بود که داره میگه یک محمد دیگری میاد، در حالی که ما قبل از آقا رسول الله محمدی قبلا نیامده بوده که دومی باشه، فراقلیت دوم باشه، در حالی که این بدبخت بیچاره بنده خدا بله مهدویت رو نفهمیده که او آخری هم همنام است. برعکس او اون موعود ادیان، اون کسی که وعده داده شده و حضرت عیسی میگه که آره تو میان خودتونه نمیشناسیدش. یه واضح‌تر چی باید بگه؟ با مراجعه به نسخه های زبان آرامی ببینیم که از کلماتی مثل محمده، احمده و احمده استفاده شده که معادل دقیقا محمد و احمده. خب این وعده‌ای که میگه منتظر فراغلیت باشید ما حواسمون جمع باشه که او هم نام آقا رسول الله است. و دیدید که در تورات هم میم ه میم دال اشاره شده بود به آمدن مبارکش. نکته جالبی رو من یک داستان یک صفحه‌ای رو از روی کتاب فخر الاسلام، نویسنده کتاب انیس الاعلام، یکی از بزرگان مسیحیت که شیعه شد، ایشون از ارامنه ارومیه بودن، انقدر درسش خوب بوده که اعزام میشه به واتیکان، مثل نجف اشرف اون موقع مثلا شیعیان میره به واتیکان، هم در دروس کاتولیک ها و هم در دروس پروتستان ها تسلط پیدا میکنه. یعنی امروزی شما بخوایم خودشو بگیم، یعنی هم در دروس تشیع و هم در دروس اهل سنت، اونا فقراشون اینجوری دیگه، تسلط کامل پیدا میکنه. این رو عینه از کتابش را شما میخوان. ایشون یه اتفاقی تو واتیکان براش میفته که شیعه اثنا عشری میشه وقتی برمیاد ارومیه و میره نجف درس میخونه، آیت الله میشه، ده ها بلکه صدها مسیحی را ایشون شیعه میکنه. حالا ببینید عینه رو کتابش میخوام خیانت نکنم،
بعد از ورودم به واتیکان نزد استادان آن دیار به تحصیل علوم مسیحیت پرداختم. به ویژه استادی از فرقه کاتولیک که از نظر موقعیت اجتماعی دارای مقامی والا بود و در زهد و تقوا شهرت بسزایی داشت. از این روی دارای مریدان و پیروان فراوانی از فرقه کاتولیک بود. عوام و خواص از اعیان و اشراف و صاحب منصبان این فرقه نزد او حاضر و هدایای نفیس به او تقدیم می‌کردند. و از طرفی او از نظر علمی مراتب عالی را طی کرده و از استادان معروف زمان خود بود و هر روز صدها نفر روحانی زن و مرد در درس او حاضر می شدند. از تعالیمات معارف عالی او با اشتیاق کامل بهره می بردند. در میان شاگردان خود به من عنایت خاصی داشت. از این رو علاوه بر اظهار محبت نسبت به من، تمام کلیدهای محل سکونت خود را به من سپرده بود، جز کلید یک اتاق کوچک که تنها نزد خودش بود. از اینکه کلید آن اتاق کوچک را به من نسپرده بود، در دلم به او بدبین شدم و دائم پیش خود میگفتم لابد در آن اتاق اشیاء قیمتی اهدایی را ذخیره کرده است و نمیخواهد من آنها را ببینم، پس زهد را برای دنیا میخواهد. این احساس درونی خود را هرگز بروز ندادم تا اینکه روزی استاد کسالت پیدا کرد. همه کلیدا دست این بوده، یه اتاقچه بوده کلیدشو نداده، این گفته لابد اون هدیه مدیا رو مایه تیلا رو همه رفته اونجا گذاشته. من تو دلم شک بهش کرده بودم، بروز نمیدادم. حالا این استاد یه روز مریض میشه و در کلاس درس حاضر نشد. مرا طلبید و گفت به شاگردان بگو من کسالت دارم و نمیتوانم در درس حاضر شوم و به آنها بگو بروند. من از نزدش بیرون آمدم، من خودشون برم. اینا هم که استاد نمیت خودشون میرن شروع میکنن بحث کردن سر کلاس، میشن با هم بحث کردن در مورد حالا دروسی که داشتن. من از نزدش بیرون آمدم، دیدم شاگردان در مورد مسائل مختلف دینی به مباحثه مشغول هستن، تا اینکه بحث آنها به لفظ فراغلیتا رسید که در انجیل چهارم باب 14 15 و 16 انجیل چهارم یعنی یوحنا، حضرت عیسی علیه السلام آمدن او را بشارت داده بود. هر کس نظری داد و بعد از آن پراکنده شدم. من هم نزد استادم آمدم. گفت شاگردان در مورد چه بحث می‌کردند؟ گفتم موضوعات گوناگون از جمله لفظ فراغلیت و هر کس نظری داشت. استاد به من گفت نظر تو چیست؟ گفتم به نظر فلان نظر فلان مفسر مسیح بهتر است، مسیحی بهتر است. گفتم نظر اینا مثلا یه آیه قرآن از ما بپرسن، من میگم آها من نظر علامه طباطبایی رو میمونم بهتر بوده، اینجوری مثلا فرض بکن بلا تشویق. گفت تو مقصر نیستی، ولی همه آن نظرات دور از واقعیت هستند، چرا که حقیقت آن لفظ فقط نصیب راسخان در علم میشود. اشتیاق درک این حقیقت مرا از خود بی خود نمود و با التماس فراوان از استادم تفسیر آن لفظ را خواستار شدم. استادم گریه کرد و گفت ای فرزند روحانی من، تو پیش من عزیزترین مردم هستی و من چیزی از تو مضایقه ندارم. اگر تفسیر آن لفظ را به تو بگویم، از ناحیه مسیحیان جان من و تو در خطر خواهد افتاد. اگه بگم اون چیه میکشنم. مگر آنکه تعهد کنی تا قبل و بعد از زندگی من نام مرا نبری و تفسیر آن را به من نسبت ندهی، چون قبل از مرگم جان خودم در خطر خواهد بود و بعد از مرگم جان خانواده ام. اینو به زن و بچه هم رحم نمی کنن اگه همچین چیز رو من بیام بگم، چون یه استاد چیه؟ حضورگیه، تو دین خودشون آیت الله العظماه، او بیاد بگه سخته. من نیز به اسماء الهی قسم یاد کردم که این خواسته او را برآورده کنم و به شرط او عمل نمایم. گفت ای فرزند روحانیم، این لفظ اسمی از اسامی مبارک پیامبر مسلمانان است و به معنی احمد و محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. پس کلید آن اتاقی را که فقط نزد خودش نگاه داشته بود به من داد و گفت برو با آنجا برو و فلان صندوق را باز کن و آن دو کتاب موجود را نزد من بیاور. من نیز چنین کردم. آن دو کتاب به خط یونانی و سریانی و قبل از ظهور پیامبر اسلام و با قلم بر پوست حیوان نوشته شده بود، قبل از اینکه اصلا پیامبری بیاد. گفت ای فرزند روحانی من، بدان که همه عالمان و مفسران و مترجمان مسیح قبل از ظهور پیامبر اسلام قبول داشتند که لفظ فراغلیتا به معنی احمد و محمد است. آنان بعد از ظهور آن حضرت تمام کتاب‌های تفسیر لغت و ترجمه‌های مربوط به این مسئله را به خاطر ریاست و رسیدن به اموال و منفعت دنیوی یا به خاطر عناد و حسادت تحریف کرده و بعضی را نیز از بین بردن. ای فرزند روحانی من، دین مسیحیت به خاطر ظهور پیامبر منسوخ شد و من و بسیاری از روحانیان مسیحی به این حقیقت پی برده ایم، ولی از ابراز آن به خاطر مصالحی که در نظر داریم خودداری می‌کنیم. گفتم ای پدر روحانی، آیا مرا امر میکنی که داخل دین اسلام شوم؟ گفت آری، اگر آخرت و نجات را میخواهی باید دین حق را قبول کنی و من همیشه تو را دعا میکنم. چون آن دو کتاب و گفته ها و تأیید های اسلام را استادم را شنیدم، نور هدایت و محبت حضرت خاتم الانبیا به طوری بر من احاطه پیدا کرد که دنیا و هر آنچه که از مظاهر آن است
در نظرم کوچک آمد. این چنان این محبت بر قلبم نشست، عشق پیدا کرده بوده، این دل آماده پذیرش حقیقت بوده، نور الهی تابیده پذیرفته. در آن لحظه اندیشه جز اسلام و پیام آور آن در سر نداشتم. از این رو از محضر استادم خدافظی کرده در پی حقیقت روان شدم. انیس الاعلام جلد 1 صفحه 8 تا 20 خلاصش اینجا آمد. ایشون برمیگرده میاد اول تقیه میکنه در ارومیه برای اینکه نکشنش، بعد شروع میکنه تحقیق کردن که حالا میخوام مسلمان بشم کدام فرقه اسلامی بر حقه. شروع میکنه تحقیق کردن، به تشیع اثناعشری میرسه، بعد رسما اعلام میکنه به نجف میره، از محضر اساتید بزرگی بهره میبره، برمیگرده. فقط ایشون مثلا توی یه سفری که در سلماس داشته مسیحیای اونجا جمع میشن، مناظره های فراوانی میکرده رو منبر، طرف بلند میشده چون تسلط بسیار زیادی بر اهدین داشته، دین خودشونو فول بوده، این طرف هم رفته نجف درس خونده، استاد شده، خیلی ها رو ایشون شیعه کرد. فقط در جلسه درس سلماس ایشون اشتباه نکنه 8 تا 13 نفر شیعه میشن، از بزرگان مسیح، از کشیش هاشون، نه آدم های معمولی، یعنی توان مناظره داشتن. خب این نکته ایست. در انجیل متی هم باز اشاراتی هستش مبنی بر اینکه حضرت عیسی زمانی که به خدمت شما عرض بشم با شاگردانش وارد بیت المقدس میشه، یه نکته دقت بفرمایید، من فقط 4 خطشو میخونم، شما خودتون انجیل متی با 21 حتما برید بخونید. پس ایشان را واگذارده از شهر، یعنی کسایی که دوست دارم برم بخونن، میگم حتما بخونید، وجوبی نداره، هر کی علاقه داره اگه خواست بخونه کاملشو بخونه. پس ایشان را واگذارده از شهر به سوی بیت عنیا رفته و در آنجا شب را به سر برد. بامدادان چون به شهر مراجعت میکرد گرسنه شد و در کنار راه یک درخت انجیر دیده، نزد آن آمد و جز برگ بر آن هیچ نیافت. پس آن را گفت از این به بعد تا به ابد بر تو نشود که میوه بیاوری، که در ساعت درخت انجیر خشکید. میگه حضرت عیسی برگشت، گشنه بود، یه درخت انجیری دید، دید فقط برگ داره، رفت انجیر بخوردید برگ، گفت ان شاءالله خوش بشی. تا گفت خوش بشی دردم خوش شد درخت. این حواریون چون شاگردانش این را دیدن متعجب شده، گفتن چه بسیار زود درخت انجیر خوش شد. درخت انجیر در ادبیات کتاب مقدس مراد سلسله بنی اسرائیل. حضرت عیسی به وگرنه حضرت واقعا شما میپذیری پیامبر بری به درخت به میوه نجیب خوش بشه الهی؟ میوه نداشت، مقصر این طور خدا بپرس چرا. به اینا فهمون که دیگه بنی اسرائیل میوه نمیده، آخریشون منم، من عیسیم. بعد پیش اومد وقتی وارد معبد سلیمان شد، گفتم سوار بر الاغی شده، اینا برگ درخت میکندن، پیرناشون رو پن میکردن. حضرت رسید، حضرت عیسی سلام الله علیه، تا اینا دورشو گرفتن، خاخامای یهودی شروع کردن سوال پیچش کردن، اینم جواب اساسی میداد. یعنی اومده تیم با خیلی جالب اصلا تو بنبست انداختتشون. بعد اینا گیر کردن، وقتی گیر کردن گفت من از شما سوال میپرسم. گفتن چی؟ گفت به نظر شما اگه یه نفر تاکستانشو اجاره بده به چند نفر آدم که مساقات با هم داشته باشن، مساقات میدونید چی دیگه، یعنی آخر کار نصف نصف میوه رو برده. گفت بعد یکی از نوکراشو بفرست، یه آقایی یه باغستانشو تاکستانشو میده به این نفر، داره مزرعه انگورشو باغ انگورشو، بعد وقت میوه که میرسه نمایندهشو میفرسته میگه بیا. نماینده هاش وقتی برن برن از اون تاکستان میوه برداشت کنن، اون مردمی که تاکستانو به قرض گرفتن اول نصف اینا رو تا میخورن بزنن، نصف دیگه شون رو بکشن. گفت شما چیکار میکنی؟ گفت خیلی آدمای بیشوره، خیلی آدمای نفهمه. گفت تاکید میکنی؟ گفت اگه باز دوباره بفرسته باز دوباره بکشن، آخرش دیگه ببینید چاره ای نیست، پسر خودشو بفرسته، پسر صاحب باغ بره. اینا با خودشون میگن ای و این پسر صاحب باغ وارثه، اگه اینو بکشیم کلا باغ مال ما میشه، بزنن پسر صاحب باغم بکشن، بعد چیکار کنی؟ اینا خودشون اتا میگن بعد بزنید تیکه بارشون کنی فلانش کن بهمانش. یه برمیگرده میگه مگه این دنیا مال شما بود که خدا به شما داد، که هر پیامبری که فرستاد یا کشتید یا زدید یا مسخره کردید و بیرون انداختید. به بنی اسرائیل میگه اینا رو میندازدشون تو گیر، گیر میکنن و هیچ چی نمیگه. و چون خواستن او را گرفتار کنه از مردم ترسیدن، زیرا که او را مردم نبی میدانستند، فرار کردن. اینا اومدن این کنار با عصای کهنه و فریسیان، خاخامای یهودی فریسی، مثالهایش را شنیدن، دریافتن که درباره ایشان دارد سخن میگوید. فهمیدن مطلقا رو با اینا داره، حواسشون جمع شد. این نکته رو داشته باشید که حضرت عیسی میگه یه امت دیگه غیر شما میاد.
خود حضرت عیسی از کدام امته؟ از امت بنی اسرائیل. یعنی خود حضرت عیسی میگه دیگه منم نیستم. هرچند ما میگیم برمیگردم، وقتی برمیگرده وزارت آقا صاحب زمان امام اوست، خلیفت الله اوست اون موقع. نکته دیگه که خیلی جالبه در مورد حضرت یحیی است. حضرت یحیی، اینو خوب عنایت داشته باشید، قبل از حضرت عیسی آمد، تقریبا همسنن. حضرت زکریا پدر حضرت یحیی از خدا کلمت الله خواست. خواست شبیه یکی از اون پنج کلمه خدا باشد. پنج تن. کدام کلمه رو خواست؟ آقا امام حسین رو خواست. حضرت یحیی رو بهش داد. دقیقاً هم همان جنایتی که در حق امام حسین شد شبیه به اون میشه، اینجوری گفت در حق حضرت یحیی شد. سرش رو بریدن، در تشت طلا گذاشتند، بردن. الان هم مقام رأس امام حسین در مسجد اموی، قبر حضرت یحیی هم همونجاست. توی مسجد که سوریه میرن، چون برن ببینن اونجا رو زیارت کنن. ما زمانی که سوریه بودیم، مسیحی‌ها اومده بودن زیارت قبر حضرت یحیی، بعد اومدن این طرف دیدن ایرانی‌ها دارن گریه می‌کنن. آقای دکتر میرلوهی با ما بود. صداش میرلوهی. ایشون 22 سال امریکا زندگی، تسلط بسیار زیادی بر زبان انگلیسی و به قولی اصلا لحن و لهجه اونا داره. بعد اینا دیدن یک جایی سوراخی، مردم سرشون رو می‌کنن نگاه می‌کنن. گفت این چیه؟ بعد شروع کرد برای اینا توضیح دادن که اینم یک فردی شبیه پروفت جان میگن به یحیی. خب شبیه پروفت جان اینجوری توضیح داشت، میداد آقا من به چشم خودم دیدم این دخترایی که هیچی از ابو عبدالله نمیدونن، اصلا نظر اسلام کیه، از عبدالله را اصلا نمیشناختن، شور شروع کردن اشک ریختن، من خودم دیدم. بعضیشون بوسه شده گریه میکنن و نمیدونن. حرارتون فی قلوبه، آتیشی تو دلاست. وقتی گفته میشه مسیحی و مسلمان و کافر و گبر و هیچی نداره، گرفته بودشون همینجوری اشک ریختن. و این از شهادت یحیی در این کتاب انجیل یوحنا، دقت کنید باب 1 آیه 19 تا 25. حضرت یحیی آمد گفت من پیغمبرم. یهودیا طبق معمول با پیغمبر الهی مشکل داشتن دیگه، میمدن میکشتن اینا. 4 تا نماینده فرستادن که اینو سینجیمش کنن ببینن این چه جور پیغمبریه. حالا ببینید چی پرسیدن چی جواب داده، خوب گوش کنید. و این از شهادت یحیی در وقتی که یهودیان از اورشلیم کاهنان و لاویان را فرستادن. لاویان یعنی خاخام هایی که از نسل لاوی هستند، تا از او سوال کنن که تو کیستی، که معترف شد و گفت من پیغمبرم و انکار ننمود، بلکه اقرار کرد که من مسیح نیستم. گفت من مسیح نیستم. هنوز حضرت مسیح نیومده. پس این نشون میده یهودیا منتظر حضرت مسیح بگید بودند و حضرت عیسی در کتاباشون بهش اشاره شده که میشه جلسه جدا گذاشت من بیام حضرت عیسی تو تورات بهتون نشون بدم. پس ما حضرت عیسی رو قبول داریم، مخلصش هم هستیم. آنگاه از او سوال کردن پس چه کسی هستی؟ اگه مسیح نیستی پس کی هستی؟ آیا تو الیاس هستی؟ گفت نیستم. میدونی دیگه اونا عقیده دارن که حضرت الیاس زنده است. گفتن الیاسی که زنده موندی میتونیم ببینیم الان؟ گفت نیستم. گفتند آیا تو آن نبی هستی؟ جواب داد نیستم. این کدوم پیغمبره؟ ما سوال میپرسیم. اومدن گفتن تو مسیحی؟ گفته نه. گفتن الیاسی؟ گفته نه. گفتن اون پیغمبری که وعده داده شده میاد؟ و اینقدر معروف بوده این مسئله که لفظ اون پیغمبر بگن طرف مقابل چی باید بگه؟ متوجه. آن پیغمبر کیه که نه مسیح نه الیاس و باید از یحیی میاد؟ آنگاه بدو گفتن پس کیستی؟ تا به آن کسانی که ما را فرستادن جواب بدیم. گفتن پس بگو کیه که ما بریم به بیت المقدس جواب بدیم. درباره خود چه میگویی؟ گفت من صدای ندا کننده در بیابانم که راه خدا را راست کنید، چنان که اشعیای نبی گفت و فرستادگان از فریسیان بودند. پس از او سوال کرده گفتن اگر تو مسیح و الیاس و آن نبی نیستی پس برای چه تعمید میدهی؟ برای چه ادعای پیغمبری کردی غسل تعمید میدهی؟ پس یک آن نبی دیگری هم اینها منتظرش بودن. یعنی در واقع منتظر دو پیغمبر بودن، حضرت عیسی و حضرت رسول. باز جای دیگه انجیل یوحنا باب 7. و در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ندا کرده و گفت هر که تشنه باشد نزد من بیاید و بنوشد. کسی که به من ایمان آورد چنان که کتاب میگوید از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. اما این را گفت درباره روح که هر که به او ایمان آورد او را خواهد یافت، زیرا که روح القدس هنوز عطا نشده بود، چون که عیسی تا به حال جلال نیافته بود. آنگاه بسیاری از آن گروه چون این کلام را شنیدند گفتند در حقیقت این شخص همان نبی است. گرفتید چی گفتم؟
حضرت عیسی گفت آقا من داشت صحبت میکرد گفت یکی دیگه میخواد بیاد، هنوز حضرت عیسی جلال پیدا نکرده بود. وقتی حضرت عیسی این حرفو زد همه برگشتن گفتن داره اون پیغمبره رو میگه ها. اون چه پیغمبری که بعد از حضرت عیسی میاد؟ کونشونش بده، باید نشون بده. یا کتاباتونو بعد فاتحه شو خون، این دولت خارج نیست، بگید دروغه، یا هم گفتی بعد الان نشون به من بدیم پیغمبر. و چقدر بابا اصرار و تعصب، چی تو میخوای جواب خدا رو بدی؟ والا بلا به پیر به پیغمبر به همین امام رضا قسم سوگن، من تو مسیر پژوهشی خودم اگر از شیعه اثنا عشری پیدا بهتر پیدا میکردم شک نکنید میرفتم، من دیوانم به دین پدرم باشم، شاید پدر من گبر میگو ارث بردم. شانسی خوردیم تو شیعه اثنا عشری شدیم، به خاطر همینم میگم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمومنین. به خدا قسم اگه پیدا میکردم میرفتم گیرم پدر تو بود فاضل، فضل پدر تو را چه حاصل؟ این استدلال اعراب جاهلی بود، میگفت چرا ایمان نمیاری؟ بت پرستی. میگفت آبا اون الاولون، بابامون بت میپرستن ما میپرستیم. همون جهل امروز هم حاکمه. آقا چرا فلان دینی داری؟ بابام. برسر آقا بابات، بابات هم میگه چی؟ بابام. مفسران کتاب مقدس دقت بفرمایید، جماعت من الوهیتین تفسیر کتاب مقدس 1990 جلد 2 صفحه 453 جلد 5 صفحه 235، مفسران کتاب مقدس عبارت آن نبی را اشاره به همان پیغمبری می‌دانند که در کتاب تثنیه باب 18 موسی گفت خدا کلام خود را در دهان او می‌گذارد، میگن همونه. و آن پیامبر در میان یهود چنان معروف بود. ویلیام بارکلی صفحه 109 میگه، کتابش میگه، میگه اون پیغمبر چنان معروف بود که اشاره کوتاه به آن نبی اکتفا میکرد تا بدونن کی، یعنی حتی از مسیح هم معروف‌تر، چون مسیح و اسمشو چیکار کرد؟ برد. اما اون نبی انقدر معروف بود که همین لفظ آن میفهمیدن چه خبره. آخرین نکته عرضم تمام، انجیل بارناب آس. این انجیل خود غربیا پیدا کردن، والا بلا به مسلمان هیچ ربطی نداره، خود غربی‌ها پیدا کردن، خود غربی‌ها ترجمهش کردن به انگلیسی، بعداً به عربی ترجمه شد، فهمیدن چه گافی دادن. چرا؟ چون اشارات بسیار بسیار صریحی در اونجا داره. یک، عیسی به صلیب کشیده نشد. دو، پیامبری در راه است، به اون پیامبر هم اشارات بسیار ویژه و اساسی شده. حضرت عیسی خدا نیست بلکه بنده خداست، گوشت خوک رو رد کرده، گفته باید ختنه بکنید، دقیقاً عکس تفکر چی؟ مسیحیت. فقط اینو به شما بگم، پاپ جلسیوس اول در مورد نهی از مطالعه انجیل برنابا در سال 492 میلادی، یعنی 118 سال قبل از بعثت پیامبر توصیه کرده بوده. یعنی اون موقع انجیل برنابا بوده، گفته بوده هیچ کدومتون انجیل برنابا رو نباید بخونید، 118 سال قبل از اینکه پیامبر بیاد. چرا؟ چون تفکرات انجیل برنابا با تفکرات پولس کاملا در تضاد بود. پولس میگفت سه تا خدا، ختنه لازم نیست بکنید، مشروب بخورید، گوشت خوک بخورید و امثال هم، اما برنابا همه اینا رد میکرد. بعد از اینکه پیامبر اومد اینا یه دلیل دیگه هم پیدا کردن که انجیل برنابا کلا باید حذف بشه، زدنش کنار. دلایل خیلی مفصله، من توی سخنرانی کامل اینا رو گفتم، اسناد ویژه هم داریم در کتابخونه آیت الله مرعشی نجفی، هم کتاب خدمت شما عارض بشم، یادم انداختید، کتاب انجیل برنابا به زبان گرجی موجود، آیت الله بهجت رحمت الله علیه شون میفهمه، من خودم به چشم دیدم این انجیلو. آقای مرعشی نجفی من گفتش که دنبال یک نفر میگردیم که زبان گرجی رو بتونه ترجمه کنه، یعنی همین الان کتاب ما هم داریم، منتها کتابی که ما داریم مال 500 600 سال پیشه، اما ترکیه یک کتاب پیدا کرده اخیرا خدمت شما عارض بشم که این کتاب خیلی قدیمیه، مال قبل از آمدن پیامبر، و گفتیم که اینو نگه داشته، متاسفانه در دست ارتش ترکیه هم هست، ارتش ترکیه هم با صهیونیستا در ارتباطه، میگن حتی دولت ترکیه میخواد اینو مبادله کنه، همونجوری که گفتم برای ورود به اتحادیه اروپا، اینقدر برای غرب مهم این سند لو نره. فقط به شما بگم در این کتاب نام رسول الله آمده و گفته حضرت آدم، حضرت آدم وقتی به عرش نگاه کرد دید یک شعاری نوشته شد تو انجیل برنابا، تاکید میکنم غربیا خودشون پیدا کردن، خودشون ترجمهش کردن، فارسیش هست، برای دانلود هم تو اینترنت هست، بگیرید بخونید، جالبه کسی که وقت مطالعه دارن. اما اول قرآن رو خوندا،
اول قرآن خودتون بخون بعد وقت بذارید واسه این کتابا. توی اونجا میگه وقتی حضرت آدم به آسمان نگاه کرد دید یک شعاری نوشته نس عین اوست. چی بود؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. الله در باب 43 آیه 25 تا 31 هم حضرت عیسی میگه اون ماشیاه موعود که منتظرشید من نیستم. دو تا مشیان میگه من میام باهاش، اما اون اصلی اصلی من نیستم، اون کسی دیگر است. یعنی به وجود مبارک آقا صاحب زمان هم اشاره شد. سند بسیار بسیار زیاده، وقت اندک. من اون عکسی رو که گفتم بتونشون بدم عرض بکنم و رفع زحمت بکنم. گفتیم یه نکته بود من هی تأکید کردم، اینم هدیه به شما میدم و یعنی شاید هر جای نشینه گفت این شجره نامه پیامبران. مثلا اینا میدونید دیگه مؤسسه چاپخانه در حلب این رو اولین چیز چاپ کرده، یعنی کتابای تاریخی دیگه هم هست. گفتیم خدا به ابراهیم وعده چی داد؟ کسرت. چقدر جلسه قبلی گفتم کسرت کسرت کسرت، از طریق کی گفت میدم؟ اسماعیل. اما اینا میان طریق ما بوده. اینا در به در عدد مقدس اینا چنده؟ بگید. 33. 33 چرایی عدد 33 ما عرض کردیم. اینا علم الحروف خودشون رو اصلا برای این مبنا قرار دادن. میگن بر این مبنا ما خدمت شما عارض بشم، به عدد 33 که برسیم در واقع به کثرت رسیدیم و تونستیم حکومت جهانی خودمون رو چیکار بکنیم؟ تشکیل بدیم. این کل عرفان یهود در این درخت خلاصه میشه. خوب عنایت داشته باشید، وقت نداریم. 10 تا میوه داره، 22 تا حرف داره که میشه مجموعاً 32. 22 تا حرف معادل 22 تا حرف عبریه. الف بت جیمل دالت ابجد حوز حتی کلمن صفز قرشت. 32 میشه چی؟ تا. میرسه به قلمرو پادشاهی، میگه ملکوت رو دیگه میتونیم به دست بریم. بعد از 32 که 33 باشه میشه چی بگید؟ کسرت. ملک و ملکوت در 32 بعد از او کسرتی که اینا میگن ما چی میشیم؟ زیاد میشیم، همه جا رو میگیریم. خب چرا اینقدر این براشون مقدسه؟ ما اینو میدونیم، یعنی تو کتابهای خودشون مثل کتاب نبوید حیلت اشاراتی شده، منتها دیگه دلی که مهر خورده باشه همینه. من میگم شما فقط بشمرید نسب حضرت ابراهیم رو، میشمریم میایم پایین. ابراهیم 1، اسماعیل، قیدار، حمل، نبت، سلامان، الحمیسه، الیسع، اورز، اود، عدنان، معد، نزار، مزر، الیاس، مدرکه، خزیمه، کنانه، النظر، مالک، فهر یا قریش. اصلا اینه که از قریشن از این فردن. خب شد چندومی؟ قالب، لاوی، کعب، مره، کلاب، قصی، عبد مناف، هاشم، عبد المطلب، عبد الله، محمد. ایشه 32. کسرت در چی صورت میگیره؟ فرزند حضرت رسول کیست؟ ناعطای ناکل فوسر. کسرت در 33 صورت گرفت. حالا بعد نمازت تسبیحات کیو میخونیم؟ حضرت 33 سبحان الله، 33 الحمدلله و الله اکبر که میرسه 34 تا. ما نمیگیم تنها دلیل تسبیحات اربعه اینها ها، به وقت نگید رایف اومد گفت نه، اما علم الاعداد خود یهود تأیید کرد به خاطر همان خشکاندن فرزندان و زدن فرزندان آن شجره طیبه، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها، در اصل کار قرار گرفت. در اصل کار قرار گرفت زدن این مطلب. فلذا نسب امامت از طریق امام حسین انتقال پیدا کرد دیگه. درسته؟ چه کردن با ابا عبدالله در عاشورا؟ حواسمون جمع باشه تمام این حرفایی که ما زدیم که ببینیم داریم، قدر بدونیم، منتها همین که آدم بپذیره این بزرگواران رو و محبتش در دلشون باشه تازه اول راهه. کسی که محبت اهل بیت تو دل داره
میشه آدم ولایت علی بر دلش باشه، محبت علی بر دلش باشه، گناه بکنه؟ به خدا مسیر حضرت علی این نیست. شروع کنیم اصلاح کنیم و برسونیم به اون دردانه آفرینش، اونی که همه امم منتظرشن، اونی که اینطور وعدش داده شده بود. انشاءالله که ما ظهورشون رو بتونیم درک کنیم. سه تا دعا بکنم که هر چقدر دوست داشتی بلاخره خیلی چند دعا دست رو بالا. اولا یه درخواست، دعا ندبه، دعا عهد یادتون نره. دعا ندبه هم جمع بخونید. چرا؟ چون تو دعا ندبه اصلا میگه آقا کسی هست پایه ده، هست کسی پایه هست ما هم گریه کنیم، هم ماییم، آقا کسی هست کمکم کنه با هم دیگه عشق بریزیم. بنی اسرائیل با گریه ظهور حضرت موسی رو 170-180 سال جلو انداختن، با عشق ریختن. حیف نیست ما نتونیم ببینیم ظهور رو؟ اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدایا این علم مهدویت که در دستان بزرگ مردان ایرانی است به دستان مبارک آقا صاحب الزمان برسان. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.